بله، دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. خوشبختانه مهمان عزیز ما از طریق اسکایپ وصل شده در برنامه ما، جناب خواجه روح الله صدیقی، شهردار ولایت پروان با ما همراه است و بیشتر در مورد مشکلاتی که سیلاب ایجاد کرده در شهر پروان و دوباره ساختش از نو و همچنان کمک کردن به خانواده‌هایی که بی سرپناه شدن فعلا صحبت میکنیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین در برنامه، انشالله که جور صحتمند باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، حضور شما و حضور تمام هموطنان عزیز، سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. سلامت باشین. صدیقی صاحب، در اول اگر بیایم بگویم که سیلاب چقدر به شهر پروان آسیب زده و آغاز دوباره ساخت از نو آیا شروع شده یا خیر؟ بسیار تشکر، سلامت و بخیر باشین. حضور که تمام هموطنان عزیز در جریان است، اصلا میتونیم که یک فاجعه انسانی بگوییم، یک فاجعه رخ داد. سیمای شهر چارکار 60% تغییر کرده، یعنی یک حالت خراب به خود گرفته. ما از زمانی که سیلاب ها سرازیر شده تا همی اکنونی که همراه تان صحبت داریم، در قسمت انتقال مواد از خود محلات هستیم. اجساد بیرون شدنشان تکمیل شده، در حدود 4-5 جسد فعلا هم باقی مانده. کار ما در قسمت پاککاری محلات شهر تا همیکنون جریان داره، کارهایی که ساخت و ساز باشه تا فعلا شروع نکردیم. بسیار خوب، در قسمت دوباره ساخت شهر پروان، مخصوصا قسمت‌هایی که بیشتر آسیب دیده، آغاز دوباره کار چی وقت بخیر شروع میشه و آیا دولت با شما همکاری میکنه در قسمت یا خیر؟ بدون شک از زمانی که سیلاب‌ها شهر چارکار و ولایت پروان سرازیر شد، از شخص رئیس جمهور، اداره محلی، مانسای به اول مقام عالی ریاست جمهوری در مجموع یک مدیریت خوب است، کارا منظم پیش میره، تعهدات و وعده ها دادن، سفری که در ولایت پروان داشتن وعده های بسیار خوب دادن، انشاءالله امیدوار کننده است. و عملا تیمای سروی در محلات مختلف، چی سیل برا است یا آسیب که شهر دیده، تیمای ما عملا کار سرویشان جریان داره، انشاءالله که اسنادات تکمیل شود و مرکز ارسال بکنیم. رئیس جمهور وعده دادم که ما همکاری میکنیم تا باشه که شهر شادکار و معالات اولیشه یا همچهری اولیشه با خود داشته باشه. بسیار خوب، خانواده هایی که خانه های مسکونیشان را از دست داد، متاسفانه خیلی ها خانواده ها و فامیلای خود را از دست داد، ولی کسایی که باقی مانده و فعلا بدون سرپناه هستند، در این باره چی تصمیم گرفتن؟ آیا برشان خانه یا سرپناه تعیین شده یا خیر؟ خب ما اداره محلی دو دیدگاه را طرح کردن، هر دو دیدگاه را به مرکز ارسال کردیم. انشاءالله که یکی از این دو دیدگاه حتما قابلیت تطبیق داره، ولی است که خانه به شکل نمره برشان توزیع شود و سر از او اقدامات لازم صورت بگیره. یکی است که ما بلاک داریم، این دو طرح را پیشنهاد کردیم که خدا بخواه یا بلاک سرش اقدام میشه که بر رحمتالان عزیز ما بلاک در نظر گرفته میشه، یا اینکه به شکل نمره زمین برشان توزیع میشه. در قسمت آبادیش هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اداره محلی متحد است که کار ما باید بکنیم تا هموطنان عزیز دوباره در اون مسیرهای سیلبر خانه ما رو نکنند. خدا نخواسته در قهر طبیعت اگر باز هم خانه ما رو بکنند، همین حالتی که آمده خدا نخواسته دوباره تکرار نشه. بله، جناب صدیقی صاحب، در کنار کمک‌های داخلی که صورت گرفت از طرف هموطنان، نهادهای دولتی و همه هموطنان ما هر قدر که در توان داشتن کمک کردن، آیا کمک‌های خارجی هم دریافت کردین و یا که اگر دریافت کردین چگونه مدیریت می‌کنید کمک‌ها را و چقدر از مشکلات ولایت پروان تانست حل کنه؟ خب تا فعلا که کمک‌ها صورت گرفته، ما نهادهای ملی و بین‌المللی سپاسگزاری می‌کنم. بیشتر موادای اولیه کمک صورت گرفته، انشاءالله رحمان که هیچ کسی در این رابطه نه تنها سلنگاری چی که نهادهای مسئول و غیر مسئول در این رابطه همو جنبه های اخلاقی و انسانی شان را پیاده کردن. ما از ولایت هرات تا قندار، از قندار تا کابل، تمام ولایات در پهلوی ما آمدن، غم شریکی کردن با آنچه که از دستشان می آمد به هموطنان عزیز ما کمک کردن. کمک ها دو قسم شد، یکی که مسئول و نهادهای خیر و اشخاص و افراد دیگه مستقیم رفتن در خود محلات، دست مردم را گرفتن، برشان کمک کردن. دیگه ای که یک کمیسیون از دست ولایت پروان که تحت زعامت
جناب والی صاحب که رئیس شورای ولایتی پروان معذب ساختن به شکل منظم پیش میره، نهادهای مدنی، علما، کلی تو کمیسیون است به شکل مرتب یک مقدار کمک ها صورت گرفته و دیگه هم به شکل مرتب و متنان عزیز کمک جریان داره. من خودم هم در جریان هستم و منیس مسعود شهری وسایط مدیریت وسایط که بالاتر از 150 آرادم وسایط است، مدیریت از زیر در قسمت پاکاری کشیدن جسد ها از زیر انبار های که سرازیر شد سیلا این مسئولیت ها را ما به دوش دارم و یک کمیسیون در سطح ولایت است که مدیریت دارند که مواد به مستحقینش برسد. بسیار خوب، انشالله که همی رقمی که شما گفتین و همگی ما درکی را داریم که کمک کردن به تمام هموطنهای پروانی ما یک دلیل خوب به خاطر از این میشه که حس هموطن دوستی ما، حس وحدت و همدلی ما و تفاهم ما بیشتر ایجاد میشه. در آرزوی از این هستم که هرچی زودتر مشکلات حل شود و دوباره پروان سابق را ما تماشاگر باشیم، انشالله دوباره شهرها ساخته شود. اگر گفتنی دیگری نداشته باشیم از حضور شما مرخص میشیم. سلامت و بخیر باشیم. ما میخواییم که یک تشکری ویژه هم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از رسانه‌های محترم و همچنان از هموطنان عزیز که در سر تا سر دنیا هستند، در غم پروان، در خوشی پروان همیشه شریک هستند. پروان جز افغانستان است. خوشبختانه اگر مصیبت هم بر ما رسید، تمام هموطنان عزیز ما، خواهرای ما، برادرای ما در پالی مستاج شدند. ما یک تشکری ویژه و قدردانی و نمایندگی از مردم ولایت پروان، شهر چارکار، از تمام بزرگوارایی که در این رابطه کمک کردن یا حداقل اما حس انسانیشان قلبشان درد کرد و ما قدردانی و سپاسگزاری میکنم. سلامت باشین، وقتتان خوش انشاءالله. تشکر، خدا نگهدارتان. بله، از میان برنامه بسیار کوتاه داریم، دوباره در ورزندگی با علی جان باشین.